گلوبالیزیشن یا جهانی شدن، واژه‌ای که این روزها زیاد شنیده میشه و مخالفان و موافقان زیادی رو داره و بحث‌های فراوانی در مورد مضرات و منافع اون مطرح میشه. به راستی این طرز تفکر به دنبال چیه؟ از کجا آمده و چه چیزی رو دنبال میکنه؟ آیا به دنبال از بین رفتن تنوعات فرهنگیه یا دست کم منجر به یکسانسازی فرهنگی میشه؟ آیا تعلقات ملی و وطنی رو از بین میبره؟ بر سر رقابت‌های سازنده بین ملت‌ها و دولت‌ها چی میاد؟ آیا ثروت‌های ملی به تاراج و یغمای سرمایه‌داران مناطق مرفه‌تر جهان در میاد؟ در این برنامه باستاب و برنامه دیگه من و سایر همکارانم میزبان سویدا معانی، وکیل بین المللی، نویسنده و بنیانگذار مرکز صلح و حکومت جهانی و همینطور بهروز ثابت، محقق و دارای دکترای تعلیم و تربیت هستیم تا به دنبال واکاوی این مباحث باشیم. خیلی خوش آمدید به برنامه باستاب. خیلی ممنون. طبق روال معمول این برنامه اول تکلیف رو روشن کنیم که راجع به چی داریم بحث میکنیم. جهانی شدن یعنی چی خانم معانی؟ جهانی شدن در واقع یه حرکتی به سوی یک پارچگی اقتصادی، مالی، تجاری، فرهنگی در سراسر دنیا. جهانی شدن یعنی که محصولات و سرمایه و مردم میتونن به طور آزاد و راحتی از یک کشور به یک کشور دیگه منتقل بشن. این واقعا معنی جهانی شدن به طور مختصر اینه. یعنی مشابه اونچه که مثلا در اتحادیه اروپا الان داره انجام میشه. بله درسته، به طور خیلی شدید و سریع. جام ثابت، همین زاویه یا زوایای دیگه ای هم روشنگر جهانی شدن هست. البته خانم دکتر معانی توضیح دادن. ببینید جهانی شدن ابعاد مثل هر پدیده دیگه ای ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی داره و لذا باید به صورت یک پدیده چند بعدی نگاهش کرد و از این زاویه چند بعدی میتونیم بگیم که در حقیقت جهانی شدن عبارت هست از اتساع، بست و گسترش روابط ضروریه اجتماعی در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست و در کلیتش در حوزه روابط انسانی. یعنی جهانی شدن سبب شده که مرزها، چه مرزهای فرهنگی، چه مرزهای سیاسی، چه مرزهای اقتصادی به هم نزدیکتر بشن یا حتی از بین برن در بعضی زمینه‌ها و در حقیقت حالتی پدید آمده که هر پدیده محلی یا ملی یک بعد جهانی به خودش میگیره. یعنی محاله در دنیای امروز ما اتفاقی رخ بده در گوشه ای از جهان که این به نوعی دارای ابعاد جهانی و یا تأثیرات و عواقب و نتایج جهانی ازش ظاهر نشه، حداقل به صورت بالقوه. حد این یکی شدن کجاست؟ الان من مثال زدم که اتحادیه اروپا. اتحادیه اروپا گرچه پارلمانی داره، حتی در بعضی از زمینه‌ها در مسائل سیاسی هم یه اتحاد نظری، اتفاق نظری بینشون وجود داره، اما نهایتاً هنوز مرزهای سیاسی برداشته نشده. آیا جهانی شدن ماورای اینه و یا این مرزهای سیاسی رو همچنان میخواد نگه داره خانم؟ بله، به نظر من مرزهای سیاسی خیلی مهمه که ما مرزهای سیاسی رو نگه داریم. یعنی کشورهای تک تک رو باید نگه داشت. چرا؟ چون یک کسی باید مسئول باشه نسبت به مردم یک منطقه، مسئول حفاظت از اونا، مسئول زندگیشون، مسئول که اینا خونه داشته باشن، به صحتشون برسیم. ضمناً هم باید بیشتر به هم اتصال داشته، اتصال پیدا کنیم از راه ساخت فدراسیون. واقعا فدراسیون به نظر من بهترین نمونه یک کشوری است که همه مرزها وجود داره. مثلا در ایالات متحده ایالات وجود داره، مرزهاشون هم وجود داره. بعضی از مسئولیت ها مسئولیت ایالته، ولی وقتی به مسائل دست جمعی میرسه، به منافع دست جمع مردم آمریکا، حکومت متمرکز در واشنگتن مسئول این که حل کنه این مسائل. و به نظر من ما دنیای ما واقعا باید به سوی همچین فدراسیون بین المللی بره.
ولی توی نظام آمریکا ما یک کشور داریم و نظام سیاسی متفاوتی رو نداریم بین ایالت‌های مختلف. یعنی مطلبی که خانم معانی میگن ما باید مرزهای سیاسی رو نگه داریم، در مثال آمریکا نمیشه بهش انطباق داد، اما در مثال اتحادیه اروپا میتونیم این رو تا حدی ببینیم. نمیدونم که جهانی شدن به کدوم نزدیکتره، اما نکته من اینه که اگر ما یک گروهی رو، یک دسته‌ای رو مسئول مسائل آموزش و پرورش، صحتشون و حتی روابط بین المللیشون و نکته مهم اقتصاد بدونیم توی یک مجموعه به اسم کشور، این جهانی شدن جوابگو هست، برای اینکه ما در اتحادیه اروپا این رو کاملا نمیتونیم ببینیم، این مصداق وجود نداره. همین الان با بحران مالی یونان مواجهیم که عضوی است از اتحادیه اروپا، ولی هماهنگی اقتصادی، اینکه بتونه یک کشوری که دچار مشکلات اقتصادی مورد حمایت قرار بگیره، کمک بشه رو نمیبینیم. و اتفاقا همه افراد و گروه های اون اتحادیه است که در واقع یک طرف دعوا نسبت به یونان هستند. جناب صاحب ببینیم، پدیده جهانی شدن مثل سایر پدیده های اجتماعی یه پدیده است که در حقیقت یک جور روند تکاملی رو طی میکنه، یعنی در حقیقت یک ماهیت ارگانیک داره. ببینید مثلا در ایشون مثال امریکا رو زدن، ببینید هنوز در امریکا درسته الان این مرزهای بین ایالت ها دیگه تقریبا از بین رفته و اصولا اون شدت و حدت تفاوت هایی که ما در اروپا میبینیم الان در امریکا نمیبینیم، ولی این در اول اینطور نبود. ما هنوز همین این روزا صحبت پرچم نیروهای جنوب در جنگ داخلی که به نفع بردگی می جنگیدن با شمال، این هنوز در بالای ساختمان‌های دولتی بعضی از ایالت‌های جنوب مثل کارولینای جنوبی برپا بود، ولی حالا اومد پایین. این نشون میده که چقدر هنوز این ایده‌های کهن میتونن پا بر جا بمونن. بیشتر از 100 تقریبا 50 ساله که الان از جنگ داخلی امریکا میگذره، هنوز وابستگی‌های ملی یا ریجنال یا منطقه‌ای حضور داره در آمریکا، ولی خب به مرور کمرنگتر و کمرنگتر شده. در اروپا تازه تر این مطلب، ولی در همین اروپا ما میبینیم که مسئله همین فدراتیو یا همین فدراسیونی که ایشون اشاره فرمودن در حال شکل گرفتنه. یعنی در همین اروپایی که ما تقریبا 50-60 سال پیش صحنه بزرگترین جنگ جهانی بود، ولی الان شرایط پیش اومده که خب بالاخره یک اتحادیه به وجود اومده و این اتحادیه اول البته حالت اقتصادی داشت، یواش یواش داره ابعاد سیاسی هم به خودش میگیره و خیلی ها صحبت از ایالات متحده اروپا میکنن در آینده. مشکلاتی مثل مشکل یونان البته این رو بعد یه بحث جداگانه ای داره، ولی من همواره این رو سعی میکنم توضیح بدم تا اونجایی که به اصطلاح در حد من هست که مشکلاتی مثل مشکلات یونان رو نباید به حساب اتحادیه اروپا گذاشت. یعنی در نفس خودش اتحادیه اروپا در اون فلسفه کلیش مشکلی وجود نداره، مشکل در مسائل دیگری است یا در جریان عمیق‌تر شدن روابط این اتحادیه است. مثلا سازمان ملل، خیلی خب البته سازمان ملل هم خیلی مشکلات داره، ولی خیلی از گروه‌های افراطی مثلا میگن که ما سازمان ملل اصلا باید درشو ببندیم به خاطر اینکه این مشکلات رو داره. در حالت یه فلسفه سازمان ملل شاید مهمترین ارگانیزیشن است که در طول تاریخ بشر از نظر نوع همبستگی انسان‌ها به وجود اومده. پس نباید کلیت مطلب رو زیر سوال برد، بلکه باید دید مشکل در کجاست. مشکل در یونان به خاطر این است که مقدار زیادی وام از کشورهای دیگه، از کشورهای ثروتمندتر اروپا به یونان داده شد، ولی این وام اونطور که باید و شاید اون مطابق محاسبات دقیق اقتصادی مصرف نشد و در حقیقت یک جور تفاوتی وجود داره بین اروپای اینداستریالایز و این مشکل با پرتغال و اسپانیان بود در اتحادیه اروپا، ولی اونا یواش یواش رو اومدن. این برمیگرده به سابقه تاریخی یک مملکت، سابقه سیاسی یک مملکت. این ممالک عضو اتحادیه اروپا هستن. ببینید یونان مثلا تا همین تو دهه 60 حکومت سرهنگ ها بود، هنوز دموکراسی اونطور که باید و شاید بتونیم بگیم به اون صورت در یونان جا نیافتاده بود، و یا حتی شاید میتونیم بگیم به اون معنا، اون مفهوم اخلاق کاری که لازمه دنیای صنعتی هست، شاید در یونان هنوز به اون صورت جا نیفتاده. این تفاوت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هست که سبب این
عدم تعادل میشه در اتحادیه اروپا و هنوزم ادامه داره، در آینده هم خواهد بود. ولی اصل این مطلب، اصل مطلبی است که شعرا در مورد شعر گفتن، بزرگترین نویسندگان اروپا براش، ویکتور هوگو آرزوی اتحادیه اروپا رو میکرد، شیلر در شعر انتام مشهور اروپا بر اساس شعر مشهور شیلر هست که در حقیقت یک قصیده به جوی در اروپا که سمفونی نهم بتهوون هم بر اساس اون نوشته شد. یک مسئله بسیار تاریخی، یک مسئله بسیار پدیده، بسیار با اهمیتی و یکی از ابعاد مهم جهانی شدن به نظر من. اگر بشه اتفاقا من یه ایده دیگه دارم اینجا. به نظر من مشکل بحران مالی یونان علت اصلیش اینه که پارلمان اتحادیه اروپا، پارلمان به اون صورت که ما فکر میکنیم نیست. اولا این پارلمان اروپا اختیار اینو نداره که قوانینی رو به وجود بیاره، ایجاد بکنه که این قوانین نافذ در همه کشورهای اتحادیه اروپا. پارلمان اروپا فقط میتونه به صورت مشورت یه پیشنهاداتی بده، ولی جز اون قانون نمیتونه ایجاد کنه. این مشکل اول. مشکل دوم و یه چیزی که اغلب یادمون میره این که همینجا در آمریکا قبل از که به صورت فدراسیون در بیاد این کشور، یک ائتلاف سستی از 13 تا ایالت بود و اتفاقا یکی از عللی که ما از این کنفدراسیون رفتیم و به فدراسیون، درست مشکل یونان در اینجا بود که در بعد از جنگ ریولوشنری که بهش میگن، همه ایالت ها وام گرفته بودن از کشورهای اروپای مختلف. جنگ که تموم میشه اینا میگن وای ما نمیتونیم این پولا رو پس بدیم. ضمناً این حکومت ائتلافی مثل حکومت الان اتحادیه اروپا که اونم یه ائتلاف هست، فدراسیون نیست، اجازه نداشت که مالیات وضع کنه، همینطور که این حکومت اتحادیه اروپا الان نمیتونه مالیات وضع کنه بر کشورها و مردم کشورهای عضو. بنابراین دیدن که ممکنه اصلا این ائتلاف به کلی از هم پاشیده بشه مگر اینکه به طرف یک پارچگی بیشتر برن، و این اتفاقا یکی از علتهای اصلی بود که از این رفتیم به اون، رفتیم به فدراسیون رسیدیم. خیلی ها این تاریخ آمریکا رو یادشون رفته. حالا یه حرف جالب دیگه این که در سال 2011 وقت وسط این بحران، اوایل بحران مالی بودیم، سه سال بعد از اوایل بحران، چند نفر از اتحادیه اروپا آمدن که مشورت کنن با اشخاصی در حکومت آمریکا که کمک بگیرن، بگن که به ما بگید ما چیکار کنیم که این مشکل رفع بشه. به جایی که بشینن حساب کتاب باز کنن، میگن باید این کار بکنید اون کار بکنید از لحاظ اقتصادی یا مالی، بهشون این گفتن ببینید به نظر ما شاید الان موقعشه که شما دیگه به جایی که این اتحادیه اروپا فقط به عنوان یک ائتلاف سست بمونه، الان وقتشه که به طرف فدراسیون برین. این خیلی جالبه. و کشورهای اروپا، علتی که این مشکل دائم پیش میاد در مورد اسپانیا، پرتغال، ایرلند، ایتالیا و یونان، اینه که این مشکل به طور ریشه‌ای حل نشده و اعضا دارن میگن خیلی خوب، شما وقتی که به مشکل برمیخورید میخواید بیاید ما شما رو نجات بدیم، خب ما حاضریم شما رو نجات بدیم، ولی اگه ما مسئول نجات شما هستیم، ضمناً هم باید به ما اجازه و اختیار بدید که با هم با شما تصمیم بگیریم همه با هم که این پولا رو از اول چجوری خرج کنیم. نمیشه که شما بر خودتون هر کشوری تصمیم گیری که من میخوام پولامو اینجوری خرج کنم. ما میخوایم سن 55 سالگی بازنشسته بشیم، ما میخوایم مالیات ندیم، ما میخوایم چه میدونم خیلی چیزا رو میخوایم و نمیخوایم، ولی ضمناً هم اگر به مشکلی برخوردیم شما خواهش میکنم بیاد ما رو نجات بدین. این کار درستی خب نیست؟ آخه من همینجا الان مشکل دارم. از یه طرف شما میفرمایید که جهانی شدن یعنی حرکت به سوی یک پارچگی های اقتصادی و روابط فرهنگی با حفظ هویت های سیاسی، درسته؟ اما از یه طرف یعنی میشه اونچه که در اروپا داره اتفاق میفته، در یک همچین حالتی به هیچ حقی از لحاظ سیاسی، تصمیم گیری های سیاسی ما به یک مرجع بالاتری نمیدیم، داریم هویت های سیاسی رو حفظ میکنیم. از یه طرف هم ایدئال شما نظام و حکومتی است که مثلا در قالب ایالات متحده آمریکا مطرح میشه،
ایالات متحده آمریکا یک کشوره، هویت‌های سیاسی مستقل ایالت‌ها ندارن، فقط در مسائل اجتماعی تا حدی مسئولن، تا حدی باز هم یک پارچگی‌هایی وجود داره و تابع قوانین فدرالن، یعنی حتی در اون زمینه ها اگر دادگاه فدرال حکمی بکنه همه دیگه موظفن اونو اجرا بکنن. جهانی شدن، سوالم رو تکرار میکنم، چیست؟ ببینید بستگی داره که همونطور که اشاره فرمودن مشکل در اروپا، در اتحادیه اروپا در این نیست که این اتحادیه، این ائتلاف به وجود اومده. مشکل است که این ائتلاف کامل نیست، این ائتلاف کامل نه، کمال پیدا نکرده. این در حقیقت ریشه اصلی مطلبه. و اما در مورد هویت سیاسی، ببین فرق بین کشورها میتونن هویت فرهنگی سیاسی خودشون رو تا حدودی حفظ بکنن، ولی در اتحادیه اروپا به عنوان مثال بایستی یک مقدار از حاکمیت ملی رو بدن به کلیت اتحادیه. این چاره‌ای نیست، هیچ چاره‌ای به غیر از این نیست برای اینکه این مشکلات از بین بره. و اون لازمش ایجاد یک پارلمان مشترک، ایجاد بانک مشترک، ایجاد یک سیستم سرمایه‌گذاری و فایننس مشترک که بتونه قیمت‌ها رو بالا پایین ببره در همه جا، انظر وضع همطور که اشاره کردن، انظر حقوق، پنشن، وضع بازنشستگی، تمام اینها رو رگولیت بکنه و تقریبا یکسان بکنه در سراسر اروپا و تمام این. که این البته همطور گفتیم جریان ساده ای نیست، خیلی پستی و بلندی داره، خیلی بالا و افت و خیز خواهد داشت، ولی قطعا این جریان در روند درستی هست. سپاسگزارم. یک وقفه کوتاهی داریم، بینندگانمون با راه‌های تماسمون آشنا بشن، بعد در خدمتون خواهیم بود و برنامه رو ادامه میدیم. بینندگان عزیز، نظرات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. راه‌های تماس با بازتاب، ایمیل بازتاب @bahaiview.org و تلفن 201-202-747-3700. همچنین در صفحه فیسبوک بازتاب می توانید جز ابراز نظر از آرشیو برنامه هم استفاده کنید. وبسایت تلویزیون آینه بهائی www.bahaiview.org. بحثمون رو درباره جهانی شدن ادامه میدیم. خانم معانی بفرمایید که چه منافعی رو برای جوامع جهانی شدن به دنبال خواهد داشت؟ یعنی ما وقتی که این اتفاق بیفته برامون، آیا کشوری مثل یونان رو دیگه و با آسیب‌هایی که دید نخواهیم داشت؟ این دو تا سال مختلفه البته. منافع جهانی شدن اولا زیاد هست. مثلا از لحاظ فرهنگ نگاه کنیم، فرهنگ ها با همدیگه مختلط شدن و رو هم تأثیر گذاشتن. و مثلا یه موقع بود که تعصبات بیشتر بود تو دنیا. چرا؟ چون نادانی زیاد بود، نمیدونستیم. مثلا فکر میکردیم او این آفریقایی ها اونجا افتادن توی قاره آفریقا، چجوری زندگی میکنن؟ آیا باید ازشون بترسیم؟ یا اونایی که در آسیا زندگی میکنن، یا اینا که در خاورمیانه هستن، وای چه مشکلاتی دارن. با جهانی شدن ما هممون اطلاعاتمون بیشتر شده، از راه اینترنت، از راه تلویزیون، رسانه ها، خیلی معلومه که مردم دنیا چجوری زندگی میکنن. یه چیزی که واضح شده این که مثلا مردم دنیا همه مثل همن، همه همون آرزوار دارن، همه میخوان که بچه هاشون مدارس خوب برن، همه میخوان که صحتشون خوب باشه. ولی فرمودید تعصبات کاهش پیدا کرده، واقعا اینطور بوده؟ بله. بنابراین چون الان ما جنگ ها و تروریست و اینهایی که میبینیم شاید میشه ناشی از عدم اطلاع دونست، ولی به نظر میاد که شدت هم پیدا کرده. خب از اولا از لحاظ آمارها معلومه تعداد جنگ ها و درگیری ها در جهان امروز کمتر شده، کمتر از 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، با وجود همه اخبار بدی که میشنویم.
یه چیزی که شده به خاطر رسانه ها و تلویزیون و رادیو، ما بیشتر متوجه هستیم. مثلا امروز روزنامه رو که باز میکنیم میبینیم که وای اینجای دنیا این خبره، اونجای دنیا اون خبره. این خبرها قبلا بوده هم، ولی ما متوجهش نبودیم. بنابراین حس میکنیم که وضع دنیا داره خرابتر میشه. البته از یه لحاظی وضع دنیا هم داره خرابتر میشه. چرا؟ چون این ارتباطات که بیشتر شده و این فرهنگ و اقتصاد و سیاست و همینا که بیشتر به هم پیوسته شده، متاسفانه سازمانهایی ایجاد نکردیم که بتونه این مشکلاتی که از نتیجه این پیوستگی به وجود میاد اینا رو حل کنه. مثلا گرم شدن زمین رو بگیریم. خب یکی از معایب جهانی شدن این بوده که کشورها به سرعت از منابع طبیعی استفاده کردن و منابعی که غیر قابل تجدیده از اون استفاده کردن و منجر شده به آلودگی محیط زیست. بنابراین ما الان در یک موقعیت خیلی خطیری هستیم که واقعا آینده دنیای ما در خطر هست. با وجود که این مشکل جهانی هست، ما یک مؤسسه بین المللی نداریم که بتونی یک تصمیم قاطعانه بگیره که این مشکل رو حل کنه، که مثلا به کشورها بگه آخه بابا جون نمیتونید دیگه شما از گاز و نفت و این استفاده کنید، باید پولاتونو بذارید که ببینیم ما چه منابع دیگه انرژی میتونیم به وجود بیاریم که سبب آلودگی هوا نشه. یا اینکه بگه که ما چجوری حالا این مشکلاتو میتونیم حل کنیم. مثلا پارلمان جهانی نداریم، همجور که اتحادیه اروپا یه پارلمان نداره که بتونه قوانین رو وضع کنه، ما یه پارلمان جهانی احتیاج داریم که نداره. حتی با ضمانت اجرا ولی اتحادیه اروپا داره. جناب ثابت، توی صحبت‌های خانم مانی اینطور مطرح شد که فرهنگ‌ها داره به هم نزدیک‌تر میشه، با هم بیشتر آشنا میشن، طبقاتشون سطح یکسانتری رو پیدا میکنه. اتفاقا یکی از نگرانی‌های افرادی که از جهانی شدن سعی می‌کنن پرهیز بکنن اینه که جهان داره به سمت یکسانی میخواد بره. اون تنوع فرهنگی که لااقل به اعتبار دیدگاه دیانت بهائی هم نشانه ای از زیبایی است، خب ممکنه در نتیجه جهانی شدن از بین بره. همه یه جور لباس بپوشن، یعنی منظورم توی یه لول خاص دادن که حالا رنگش و اینا، و ما لباس محلیمون از بین بره. حتی زبان ها ممکنه آسیب ببینه تو این ماجرا. خرد فرهنگ هایی که در واقع فقط زیبا کرده، مذرتی نداره، آسیبی نمیرسونه، اینها ممکنه یواش یواش تحت شعاع قدرت‌های بزرگتری که میتونن فرهنگشون رو بهتر انتقال بدن، رسانه‌ها بیشتر در اختیارشونه، نابود بشن. این یکی از آسیب‌های جهان شدن نیست؟ ببینید، من فکر می‌کنم اگر یه خورده بیشتر رو خود تعریف جهانی شدن کار کنیم، شاید به جواب این مطلب بهتر داده بشه. ببین، به نظر من مسئله جهانی شدن وقتی صحبت میکنیم به این معنا نیست که جهانی شدن یه پدیده اونجا در کنار برای خودش داره کارشو میکنه، ما اینجا داریم کار خودمون میکنیم و ما داریم راجع به این تصمیم میگیریم که آیا بالاخره قبولش کنیم یا نکنیم. به نظر من جهانی شدن یک پدیده غیر قابل اجتنابی است که همین الان در حال شدن و در زندگی بنده و خانم معانی و شما در حال تاثیرگذاریه. یعنی یک پدیده است که داره جهان رو از درون و از بیرون دچار تغییر کرده و هیچ ملت، کشور و فردی خودش رو نمیتونه مصون از این تندباد حوادث جهانی شدن بدونه. پس حوادثی داره. بله، قطعا حوادثی داره. و این به نظر من یه پدیده تاریخیه، بعد به عنوان یک پدیده تاریخی بهش نگاه کرد. حتی به نظر من حتی از یک زاویه‌ای میتونیم بگیم که ریشه جهانی شدن میتونه برگرده به اولین قدم‌هایی که انسان به سمت همکاری و یا تعامل مشترک و نوعی روابط انسانی، از زمانی که روابط به وجود آمد نطفه جهانی شدن در عالم گذاشته شد. البته در طول تاریخ بشر ما با جنگ ها روبرو بودیم، با استثمار انسان روبرو بودیم، با استعمار روبرو بودیم، در این حال با محبت، فداکاری، نمونه های جانبازی انسان ها برای همدیگر با این هم روبرو بودیم. یعنی هم با اخلاق خوب روبرو بودیم و هم با اخلاق بد در عالم.
و ولی در جالب اینه که در هر دوی این جریان چه حد استثمار انسان‌ها بوده، چه بست روابط فرهنگی و اقتصادی بوده، در هر حال پدیده جهانی شدن جلو رفته. ببینید شما مثلا در جاده ابریشم بین مثلا فرض کنیم به عنوان یه پدیده درست بین مدیترانه و چین در حقیقت یک عملی بود به سمت جهانی شدن به عنوان بست تجارت بین ملل مختلف با فرهنگ‌های مختلف. در این حال کلونیالیسم یعنی استعمار هر چند که نتایج و عواقب وخیمی داشت، به هیچ وجه صحبت از دفاع از کلونیالیسم نیست، ولی کلونیالیسم به بست جهانی شدن کمک کرد و یا سایر پدیده‌هایی که در این زمینه ما میتونیم اسم بیاریم. لذا بایستی جهانی شدن به عنوان این پدیده کلی تاریخی در حال حرکت و روزافزون نگاه بکنیم که در حال شدنه، شدن دائم، در حال در یک پروسس شدن قرار داره. سپس با این تعریف میتونیم بگیم که چون جهانی شدن بر همه ابعاد زندگی انسان تأثیر گذاشته، بخصوص بعد در طی 400-500 سال گذشته، بعد از ایجاد مدرنیتی، بعد از اینداستریال، بعد از انقلاب صنعتی، بعد از رنسانس در اروپا و رفورمیشن، تمام اینها البته این سرعت گرفته، این پدیده جهانی شدن از یک سرعت خاصی برخوردار شده و در این سرعت گیری طبیعتاً هم جنبه‌های به اصطلاح همبستگی افزایش پیدا کرده و هم جنبه‌های نفاق و جدایی. یعنی این دوتا به عنوان دو پروسس، یعنی هم تحلیل و هم تألیف نیروها در عالم در جریان حرکت جهانی شدن حضور کنار هم داره و ما حتی میتونیم نتیجه بگیریم که این دو قوه تألیف و تحلیل در جریان جهانی شدن یک رابطه دیالکتیک با هم دارن. یعنی از بطن این تضاد بین این نیروهاست که یک قدم جلوتر رفتیم به سمت جهانی شدن به معنای مثبت کلمه. لذا در این وقت در مورد مسئله فرهنگی هم که پیاده بکنیم، کم و بیش ما هم رو میبینیم. درسته خیلی از مشکلات فرهنگی، یعنی خیلی از اون تفاوت‌های فرهنگی تا حالا از بین رفته که خیلی از اونها درستن بوده که از بین بره، به خاطر اینکه خیلی از مسائلی که الان به اسم فرهنگ بر جوامع حاکم بود، در حقیقت فعل مثل خانوم ها نباید به مدرسه برن. چرا؟ به خاطر اینکه این فرهنگ ماست. ولی این رو جهانی شدن داره به عقب میزنه، این طرز فکر رو. چرا که طرز فکر حقوق بشری به معنای یک یونیورسال و گلوبال فنام پدیده داره بر سطح جهان گسترش پیدا میکنه. لذا این تفاوت های فرهنگی رو داره میزنه کنار. اما در بعضی جنبه ها خب شاید به افراط داریم میریم، یا از بعضی جنبه ها نفوذ فرهنگ غرب خیلی قوی بوده در کشورهایی که طبیعتاً از یک فرهنگ دیگه میان، مثل کشورهای اسلامی، که این خودش یک تنش ایجاد کرده. و البته دوباره برمیگردیم به مسائل حقوق بشریش، نه به مسائلی که راجع به اصولاً مسائل فلمسل اخلاقی جامعه هست، دو دیدگاه متفاوت در اینجا حضور داشته. حالا از برخورد این دو دیدگاه در مورد اخلاق فردی کدوم بالاخره پیروز میشه، اون رو باز خود جهانی شدن راه حلش رو ارائه خواهد داد. گفتید این روند جهانی شدن قهری است، جبر تاریخ است، ما باید به سمت اون حرکت بکنیم. اتفاقی تو سالهای اخیر افتاده اینه که آمار جدائی ها و دوری از جهانی شدن بیشتر از آمار تألیف هاست. یعنی ما فقط یه آلمان رو داریم که به هم پیوستن، یه اتحادیه اروپا رو داریم که تو سالهای اخیر یک اتحادیه جدید رو تأسیس کردن، اما خیلی از کشورها الان دارن هی از هم جدا میشن. یعنی این حرکت ما به سوی جهانی شدن که شما میگید قهری است، اگر به روال طبیعیش پیش بره ما بیشتر دچار تکثر خواهیم شد، اینطور نیست؟ بحث اینه که همراه با جهانی شدن یه تحول مسئله هویت هم داره مطرح میشه و اون اینی که جهانی شدن این چیزی رو که ما بعضی اوقات داریم میبینیم به اسم جدایی، این به خاطر این است که بعضی از اقوام میخوان هویت خودشون رو تثبیت کنن، برای اینکه در یک سیستم متحد جهانی ما احتیاج به نیروهایی داریم یا المنت هایی داریم در اون نیرو که به صورت مصنوعی کنار هم چیده نشده باشن. ببینید خاورمیانه بعد از جنگ اول جهانی به صورت مصنوعی کنار هم گذاشته شد و حالا به سرعت داره از هم میپاشه. اون فدراسیونی که ایشون اشاره کردن فدراسیونی خواهد بود که
هویت ملی هر قوم و ملت کامل تثبیت شده. ملیتی که به معنای واقعی کلمه هست اون ظاهر شده. متاسفانه در طول 100 سال گذشته یا در طول قرون گذشته بسیاری از این هویت‌های ملی و فرهنگی سرکوب شده بود و حالا این جهانی شدن اجازه داده که اینها بیان رو. به خاطر همین یه مقدار زیادی از این جدایی‌هایی که ما ببینیم به خاطر نیست که ملت‌ها میخوان هویت خودشون رو تثبیت کنن. باز دوباره این ربطی به نفس فلسفه جهانی شدن نداره. سپاسگزارم. ما بحثمون رو ادامه بیدیم، هنوز خیلی ابعاد مبهمی رو داریم در بحث جهانی شدن، اما شما در برنامه آینده شاهد اون خواهید بود. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.